درود میفرستم به شما بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید. تها آزادی هستم. امروز شنبه 22 آوریل 2023 برابر با 2 اردیبهشت ماه 1402 در شهر کلن آلمان همراه شما هستیم تا با هم نگاهی داشته باشیم به روند سیاسی که در این شهر در جریان هست. شهر کلن امروز میزبان چهره‌های زیاد سیاسی در حمایت از منشور مطالبات تشکل‌های داخل کشور بود. منشوری که در آخرین ماه‌های سال 1401 منتشر شد و چنان توجهات جهانی را به خود جلب کرد که به دنبال آن منشور مطالباتی زنان هم منتشر شد و عده زیادی از چهره‌های برجسته سیاسی و همینطور این تشکلات و مردم عموم آن را منشور انقلاب زن زندگی آزادی قلمداد کردند. امروز این همایش در شهر کلن به مدت 7 ساعت ادامه خواهد یافت، از ساعت 9 صبح تا ساعت 7 شب. چهره های زیادی از جنبش های مختلف مثل جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش LGBTQ در اولین سخنران ها قرار دارند. مینا حدی، به نظر شما جایگاه اهمیت برگزاری چنین همایشی برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی در چی میبینید؟ خب طبعا منشوری در داخل کشور از طرف 20 تشکل کارگری، تشکل مدافع حقوق معلمان، دانشجویان، زنان منتشر شده که توجه خیلی زیادی رو در ایران و در دنیا به خودش جلب کرده. این تجمع یا این همایش اساساً از طرف سازمان‌ها و نهادهایی هست که از این منشور دفاع کردن و دعوت کردن از بقیه مردم که بیان اینجا و ما سعی کردیم در مورد جزئیات این منشور، در مورد بندهای مختلف این منشور صحبت کنیم. اگه بخوام در کلیت خودش بگم، داستان سر اینه که 44 سال مردم در ایران مبارزه میکنن. این مبارزات گسترده بوده، این مبارزات با بحث‌های نظری و عملی زیادی عجین بوده، این مبارزات پیشرفت‌هایی داشته و شکست‌هایی را متحمل شده، ولی الان که این جنبش اجتماعی بزرگ در ایران در جریان هست، ما مواجه هستیم مثلا با جریانات یا با نمیدونم نیروها یا افراد دست راستی که تو گویی هیچ اتفاقی توی اون جامعه نیفتاده و میان الان به عنوان مدعی قدرت سیاسی و در این حال یکی از مهمترین پلتفرم هاشون زدن همین جنبش ها، بی احترامی کردن به مجموعه مبارزاتی که سالهای سال اتفاق افتاده و به ویژه حمله به چپ ها و یا سازمان های چپ هست. این همایش میخواد نشون بده که جامعه ایران مبارزاتی که توش انجام شده بسیار متأثر از جریانات و احزاب چپ بوده و در این حال یک چپ اجتماعی تو ایران همواره فعالیت کرده و خواسته های مردم تا اونجایی که به سرنگونی جمهوری اسلامی برمیگرده، تا اونجایی که به رفاه، برابری، لغو استثمار و تمام این مسائل برمیگرده، خواسته های چپ هست. مردم خواهان عدالت اجتماعی هستند و این همایش در حقیقت در خارج از کشور شاید یکی از اولیه ترین همایش هایی هست که همه با هم اومدن و دارن در مورد این حرف میزنن که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه و ما داریم از منشوری که در ایران منتشر شده دفاع میکنیم. همونطور که امکان داره بینندگان عزیز شما به اصطلاح مطلع باشن، حمایت ها یک دست نبوده، حتی توی جریانات چپ یک دست نبوده. برحال حالا از این بگذاریم که چرا یک دست نبوده، ولی من بیشتر در جواب سوال شما باید بگم اون قسمت عمده و عظیمی، میتونم بگم 80-90% از جریانات که پشتیبانی کردن، ما تأثیر مستقیمش توی جامعه ایران دیدیم. همین همایش امروز و حداقل 2 تا پیامی که از طرف کارگران ایران اومده بود برای این همایش جواب صریح سوال شماست. از طرف کارگران دو نفر کارگران زندانی شرکت واحد و از طرف کارگران هفت تپه که همینجور که اینجا قرائت شد. به غیر از این، خود این کسایی که منشور رو نوشتن، اون تشکلایی که نوشتن، خودشون میدونن که این حمایتی که احزاب جریانات چپ دارن ازشون میکنن از نظر اجتماعی میتونه کار اونا را در آینده راحت تر بکنه. اونا میدونن که این احزاب یا غیر احزاب افرادی که اینجا هستن به هر حال نیروهایی هستن که 44 سر دارن علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن. 44 سر دارن این شعارها را فریاد میزنن که اینا تو 12 بند آوردن توی منشور. در نتیجه رابطه مستقیم داره. تأثیری که گذاشته به غیر از خارج کشور
این همچنین که شما اینجا میبینین بخش بزرگی از چپ و زیر یک سقف جمع کرده، در داخل کشورم باعث پشتیبانی زیادی از تشکل‌های مختلف از خود منشور شده. همین همایشی که ما میبینیم تأثیراتش اینه. همونطور که من تو سخنرانیم گفتم، تو 10 روز اولی که 15 روز اولی که منشور صادر شد، حدود 20 25 تشکل از این منشور پشتیبانی کردن. بدون این انعکاسی که در خارج کشور داشت، شاید اون روحیه یا اون فضا یا اون تمایلی که بود به پشتیبانی از منشور به این صورت ما نمیدیدیم. در نتیجه من فکر میکنم به قدمهای بعدی توی خیزش انقلابی حتما کمک خواهد کرد این پشتیبانی. بله، با درود به شما و سپاس از دعوتتون برای مصاحبه و درود به بینندگان کانالتون. من فکر میکنم بله، این جنبشی که به راه افتاده، خیزش اخیر، با توجه به سطح آگاهی در میان جوانانی که ماهیت عملکرد جمهوری اسلامی رو دیدن و به کلی از دین گریزانن و شهامت و جسارت و علاوه بر آگاهی اتحادی که اولا زن و مرد با هم پیدا کردن، بعد ملیت‌های مختلف، کرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری، به این نتیجه رسیدن که ما باید خودمون سرنوشتمون به دست بگیریم، نقطه امیدیه برای پیوند مبارزاتی که جنبش زنان داره با جنبش کارگری، با اعتراضات جوانان، با تمام همون اقشاری که در اون 12 ماده بهشون اشاره میشه، به ستم ملی و سایر ستمها اشاره میکنه. خواسته های برآمده از جنبش های واقعی توده ای هست که پیشروان این جنبش، علی رغم هزینه ای که براشون داره، علی رغم سرکوب شدیدی که هست، ممکنه از کار اخراج بشن، نواقع ریسک کردن و اومدن جلو، اومدن فرموله کردن و این حداقل توافقاتیه که باهاش به هر حال کنار اومدن، که خودشون گفتن در مقدمه و در پایان منشور میتونه بیشتر تدقیق بشه، میتونه به نتایج عملی برسه. خب الانم که ما اول ماه مه پیش رو داریم، امید میره که تشکل‌های وسیع کارگری یا در سطح سراسری درست بشه. جنبش معلمان، جنبش بازنشستگان پیگیر هستن، مطمئنن اگه در خیابون نیستن الان یک گام به پس دارن سازماندهی میکنن و خود این منشور که نتیجه و حاصل تلاش فعالین و پیشروان بوده، با پیشروی زنان، جسارت جوانان و زنان و فرموله کردن مطالباتشون، یک در واقع دستاورد ارزشمندیه که جنبش زنان ایران رو در خاورمیانه و در کل جهان، یعنی حول اون خواستای یونیورسالی که اشاره کرد، زن زندگی آزادی هست، مطرح کرده. به این معنی نیست که مثلا زنان کشورهای دیگه تحت ستم نیستن، ولی زنان ایران تونستن پرچمدار مبارزه‌ای بشن که الان زنان افغانستان، عراق و سایر کشورها با اون شرایط دارن دست و پنجه نرم میکنن، دخالت دین در دولت و سرمایه. مطمئنن میتونه این پتانسیل رو داره در صورتی که سازمان یافته تر بشه، تشکل‌های وسیع زنان مستقل از دولت درست بشه، تشکل‌های کارگری، هرچند گرانی، تورم از طرفی، تورم 50% 5 ساله و مثلا افزایش دستمزد 27% در واقع کار رو بستخونه طبقه کارگر رسونده، ولی هرچی این فشار بیشتر میشه، سیاست‌های جمهوری اسلامی هم برای جواب دادن به این معضلات، به این مطالبات شکست میخوره و حتی در داخل خودشون ریزش درست شده و این به ما این امید رو میده که ما با همبستگی، با اتحاد جنبش‌ها و با تشکلیابی این پتانسیل رو داریم که فعالین در تبعید و فعالین داخل حمایت بکنیم از این مطالبات و مطمئنن جریاناتی که بالاخره حوادثی که در آینده رخ خواهد داد به اون افقی هست که رادیکاله و این مطالبات نشون میده سوسیالیستی. خب طبعا هر کسی خودش رو چپ و آزادی خواه میدونه و این هم منشور رو چیز حق طلبانه میدونه، سند مهمی میدونه و خواسته های مهم مردم جامعه ایران میدونه، ازش حمایت میکنه و به همین ترتیب ما هم علاقمندیم که همشون بیان از این همایش هم دفاع کنن، بخاطر اینکه این همایش دفاع از این مطالبات. اهمیت این حمایت رو از چی میبینید؟ ببین، ما وقتی که فراخوان دادیم برای این همایش، اول خب جمع محدودی مورد نظرمون بود، به این معنا که نمیتونستیم دسترسی پیدا کنیم به همه اونایی که امضا کردن بعدن حمایت کردن. اون جمع محدود حدود 40-50 شخصیت و حزب و سازمان و اینا بودن، اومدن و تلاش کردیم که صدای این منشور، صدای این امضا کنندگان رو وسعت ببخشیم و این حمایت رو تقویت کنیم، برای اینکه این منشور در حقیقت اهم مطالبات مردم ایران رو بیان کرده و چیزی هست که
اکثریت قریب اتفاق جامعه ایران محتاجه که این مطالبات اجرا بشه تا زندگی بهتری داشته باشه. به این معنا میخواستیم که این همایش هم بیاد تقویت کنه این جهتو. جایگاه این منشور رو در انقلاب اخیر، انقلاب زن زندگی آزادی، چطور میبینید؟ به هر حال یه واقعیت اینه که در هم در انقلاب ژینا و هم در منشور زنان پیشرو و هم در منشور حداقل خواستای سازمانای صنفی مدنی در ایران، ما میبینیم که این خواسته، این که مذهب یک امر خصوصی باشه و حق بی خدایی و حق نداشتن مذهب و نقد مذهب، بالاخره وقتی که از آزادی بیان و آزادی ابراز عقیده صحبت میکنیم، یه بخش اساسی نقد مذهب و اینکه بشه حتی مذهب رو بالاخره نقد کرد و حتی مسخره کرد. یعنی یه واقعیت، این دفاع از این آزادی، دفاع از نقد مذهب هم هست، و به خصوص وقتی نگاه میکنیم که ما با یه جامعه روبرو هستیم که به شدت، اگر نگاه کنیم در انقلاب ژینا، میبینیم که به شدت خصوصیات ضد مذهبی و ضد روحانیت داره، مانند مثل انقلاب فرانسه که علیه روحانیت مسیحیت بوده. الان میبینیم این در ایران خیلی مشخص و بارزه، و خب یک بخش اساسی در مبارزه علیه یه حکومت مذهبی نقش مهمی داره. و خب سهیل عربی هم واقعا یکی از قهرمانان این مبارزه برای بیخدایی، برای جدایی مذهب از دولت و برای این آزادی های هم فکری هم بیان هستش. تطبیق بشه اون چی که مهمه اینه که این خواسته های پیشرو و ایجابی ملکه ذهن میلیون ها انسان در جامعه ایران بشه، یعنی کارگران، زحمتکشان، به ویژه کارگران بتونن به طور متشکل، آگاه، سازمان یافته با این ادبیات پیشرو، با این خواسته های پیشرو ایجابی، با خواسته هایی که تحولات عظیم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی رو میتونه برای جامعه به عنوان آلترناتیو علیه راست و آلترناتیو علیه طبقه حاکمه مطرح بشه، که تو جنبش های بسیار بزرگتری از جنبش زن زندگی آزادی که در آینده و در امیدواریم که در آینده خیلی زود شکل میگیره، بتونه ملکه ذهن میلیون ها انسان بشه تا پیروزی رو بتونه تضمین بکنه. نیرویی که توازن و قوا رو باید طوری محاسبه بشه که میلیون ها انسان بتونن با خواسته های روشن و مدون و نه مثل سال 57 تنها صلیبی شاه نباید باشه، ولی چی باید باشه مردم نمیدونستن، و اون کلاه گشال تاریخی که ارتجای اپوزیسیون اسلامی و فوندامنتالیست اسلامی اومد به قدرت رسید و در واقع جنبش به شکست خورد و در خون. خب رژیم توتالیتای جمهوری اسلامی با ایجاد مذهب و حذف زنان در جامعه عاملی شد که مردم به هر حال تحت فشار شدید باشن. با مرگ مهسا و شعار زن زندگی آزادی در حقیقت این انقلاب شروع شد، انقلابی که بعد از بارها شروع شدن، یعنی ما بارها آبان 98 رو داشتیم، اعتراضات کارگری رو داشتیم در هفت‌تپه و هزاران اعتراض مختلفی که در جامعه ایران وجود داشت. در نه مشکل ما اعدام افراد سیاسی رو داشتیم، بارها و بارها کمپین‌های مختلف گذاشته شد ولی نتونستیم از خیلی از اعدام‌ها جلوگیری کنیم. داخل این منشور وقتی که نگاه کنیم، در رابطه با اعدام صحبت شده، در رابطه با حقوق LGBT صحبت شده، در رابطه با حقوق برابر زنان و مردان صحبت شده و خیلی موارد دیگه، در رابطه با فعالین کارگری صحبت شده، و این خب یک روشنایی رو ایجاد میکنه تا ما بتونیم ببینیم که میتونه در آینده حتی تغییراتی توش انجام بشه و موفق تر باشه. در حقیقت چپ ایران رو با همدیگه متحد کرده و من خیلی خوشبین هستم به این برنامه‌ای که به هر حال منشوری که داده شده از مردم ایران، جوانانی که در ایران این فعالیت رو کردن، از صنف کارگری و زنان و مردانی که به هر حال همراه با داخل ایران این ور هم زحمت کشیدن،
باید تشکر کرد برای این حرکت و امیدوارم که این حرکت به جای خیلی خوبی برسه، اتحاد رو بیشتر کنه و مردم بتونن بیشتر در داخل ایران فعالیت کنن، دلخوش باشن به این حرکت و بتونیم یه راهکاری باشه برای ادامه انقلاب زن زندگی آزادی. متشکرم از حضورتون. ما هممون میدونیم در حقیقت تجربه تاریخی هستش که انقلابات در عصر کاپیتالیسم، یعنی در حداقلش بگیم تو 100 ساله اخیر، هر انقلابی که تو این جوامع سرمایه‌داری انجام میگیره بدون حضور طبقه کارگر و بدون به اصطلاح نقش آفرینی طبقه کارگر نمیتونه به نتیجه اولیه برسه. یعنی شرط لازمه رسیدن به خواسته هایی از قبیل آزادی، برابری و رفاه این هستش که طبقه کارگر حضور داشته باشه. چرا؟ چون در جایگاه کلیدی این جامعه قرار گرفته. ما طبقه کارگر که میگیم، نه اینکه فقط مثلا کارگر صنعتی رو میگیم، همه کسانی که به اصطلاح فاقد مالکیت تولید و یا توزیع این جامعه هستند و مزد بگیر هستند، یعنی معلم ها، پرستارا و خیلی از به اصطلاح کسانی که به هر حال مزد بگیرند تو این جامعه در بر میگیره. وقتی که این تعریف رو داشته باشیم، اکثریت عظیم جامعه میشن جزء طبقه کارگر با همراه به اصطلاح خانواده هاشون. پس در نتیجه مطالباتی که از طرف این جنبش ارائه میشه میتونه اکثریت رو در بر بگیره. حالا این منشور اومده خلاصه تمامی مبارزات ریکتون 44 ساله حاکمیت جانیان اسلامی، جانوران اصل اسلامی بر مردم ایران تحمیل کردن رو مطرح کرده و میتونه پوشش بده با همین حداقلی که الان 12 تا خواسته رو مطالبه رو به اصطلاح مطرح کردن، میتونه پوشش بده تمام جنبش های جاری جامعه رو، از قبیل جنبش زنان که خب همیشه در صف اول مبارزات جامعه قرار داشتن، به اضافه جنبش دانشجویان، جنبش جوانان، جنبش به اصطلاح محلات، بازنشسته ها، تمام جنبش ها رو میتونه به اصطلاح پوشش بده. این منشور خلاصه کرده و برنامه ارائه داده. بدون برنامه مسلمه هر جنبشی دچار شکست میشه.